فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. سلام دوستان، من در برنامه پیش گفتم که با مرگ مظفرالدین شاه و به تخت نشستن ولیعهدش محمد علی میرزا که از اون به بعد محمد علی شاه قاجار خوانده میشد، اون چیزی که به دست آمده بود عبارت بود از مجلس شورای ملی که با نمایندگان فقط تهران تشکیل شده بود و این مجلس تونسته بود نظامنامه مجلس رو به امضای مظفرالدین شاه و ولیعهدش برسونه. همچنین عرض کردم که در این نظامنامه ذکری از مذهب رسمی نشده بود، یعنی نظامنامه یک سند سکولار بود، اما در این حال بخش عمده ای از وظایف پادشاه به مجلس نمایندگان مردم منتقل شده بود، یعنی نظامنامه تا حد بسیار زیادی دموکراتیک هم بود. بنابراین میشه ادعا کرد که نمایندگان مجلس اول در اون سال 1285، یعنی 118 سال پیش، موفق شده بودند که سندی سکولار دموکرات رو به امضای شاه و ولیعهدش برسونن. اما این رو هم گفتم که این نظامنامه هیچ کدوم از نیروهای سیاسی رو راضی نمی کرد. حتی همون منورالفکرهایی که این متن رو نوشته بودن و به امضای دوتا شاه هم رسونده بودن. چرا که اونها هم فکر می کردن که این نظامنامه فقط راه رو باز کرده برای اینکه بتونن در آینده روشن کنند که هم مشروطیت به معنای اینکه همه تصمیم گیری های اونجا مشروط به قانون اساسی و موافقت مجلس، تأثیر بردار نیست و هم این ملت هستند که شاه رو بر تخت می نشونند و اختیارات او رو تعیین می کنند و او بی اجازه مجلس حق نداره هر کاری که دلش خواست بکنه، یعنی سلطنت مطلقه. بنابراین از نظر اونها نظامنامه‌شون زمانی تکمیل می‌شد که این گونه مسائل سکولار دموکرات هم در اون به وجود منظور شده باشه. اما خب می‌دونیم که در برابر اونها از یه طرف نه مظفرالدین شاه بلکه محمد علی شاه 31 ساله قلدر نشسته بود که مخالفتش با فکر مشروطه به دلایل مختلف برمیگشت به قدرت و نفوذی که سلطان مطلقه داره. او در روزهای آخر زندگی پدرش نظامنامه را امضا کرده بود و نمیتونست بلافاصله پس از تاجگذاری هم منکر اون بشه. اما اولا در مراسم تاجگذاری خودش نمایندگان مجلس رو دعوت نکرد و حتی به وزرا هم سفارش کرده بود که نسبت به تصمیمات مجلس بی‌اعتنایی بکنه. اما همین شخص عاقبت در برابر اعتراضات و فشارهای مردم خودشو مجبور دید که بره در مجلس شورای ملی حاضر بشه و یه بار دیگه قسم بخوره که حافظ دستاوردهای همین نظامنامه باشه. اما نارضایتی توش مونده بود و مصمم بود که با اون مبارزه کنه. نارضایتی روحانیت هم، حتی روحانیتی که عرض کردم مشروط خواه بود و رفته بود تو مجلس، حالا که می دیدن که
در نظامنامه اشاره‌ای به مذهب رسمی و اینکه مصوبات مجلس باید بر اساس شریعت باشه وجود نداره، خب اونها هم ناراضی بودن از این قضیه. به همین دلایل تمایل اصلی در نزد همه این دستندکاران این بودش که لازمه بر اساس این نظامنامه بیایم بشینیم حالا یک قانون اساسی همه جانبه بنویسیم و مفاد مختصر نظامنامه رو تکمیل کنیم. چجوری این کار رو کردن؟ مجلس چند نفر رو مأمور کرد که یک کمیسیونی تشکیل بدن به نام کمیسیون تکمیل و اونها به کار تدوین قانون اساسی اصلی بپردازن. اعضای این کمیسیون هم هیچ کدومشون روحانی نبودن، عبارت بودند از جواد سعدالدوله، سیدحسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمد حسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشار الدوله. و دستاورد نهایی این کمیسیون همون سندی میشه که ما امروزه اونو به نام متمم قانون اساسی میشناسیم، در حالی که خود قانون اساسیه. من در بررسی این سند ناگزیرم به جای حرکت از ماده 1 و رفتن تا ماده 107 روش دیگری رو در نظر بگیرم تا هم اون داستانی که پشت نوشتن این سند هست روشن‌تر بشه و هم منظور من از این سخنانم بارستر بیاد. و در توضیح این روش باید بگویم که چون ریز مذاکرات این کمیسیون در دست نیست، اما میشه از قرائن و شواهد کناری و بیرون از این کمیسیون کمک گرفت و نشون داد که نوشتن این سند در دو مرحله انجام گرفته. در مرحله اول اعضای کمیسیون با تصور به این که طبق قراردادی که در نوشتن نظامنامه داشتن باید قوانین اساسی فرانسه و بلژیک رو جلو روشون بگذارن و مفاد اون رو برای ایران استخراج و جرح و تعدیل کنن. اما به زودی مرحله دومی به وجود آمد. در این مرحله دوم فشارهای زیادی از طرف دربار محمد علی شاهی و روحانیت، حتی بخش مشروط خواهش، وارد شد و موجب شد که بالاخره کمیسیون تصمیم بگیره چند نفر از روحانیون رو برای دادن نظر مشورتی به کمیسیون دعوت بکنه. و کمیسیون کاری رو آغاز کرد که بهش گفتند تطبیق مواد قانون اساسی با شرع، که حالا بهش کاریم پرداخت. اما اون متن اولیه قبل از دعوت روحانیون به کمیسیون همچنان اعتنایی به روحانیون و شریعت نداشت. از تعریف حدود مملکت ایران، ایالات و ولایات و بلوکاشتش آغاز می شد، پایتخت رو تعریف میکرد، رنگ‌های پرچم و نشان شیر و خورشید و غیره، و بعد میرسید به حقوق ملت ایران و صراحتاً میگفت که همه اهالی مملکت ایران، یعنی به دین و آیین کسی کاری نداشتن، همه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی حقوق خواهند بود و افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مسون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی هم نمیشه شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین میکنن و حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشه مگر به موجب قانون. منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است. هیچ یک از ایرانیون رو نمیشه نفی بلد کرد یا منع از اقامت در محل یا مجبور به اقامت در محل دیگری مگر در مواردی که قانون تصریح میکنه. هیچ ملکی رو از تصرف صاحب ملک نمیشه بیرون کرد و ضبط املاک و اموال مردم
با عنوان مجازات و سیاست ممنوعه، مگر باز به حکم قانون. و سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرف ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است، باز مگر به حکم قانون. و تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است. تأسیس مدارس به خرج دولت و ملت و تحصیل اجباری همه باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف صورت بگیره و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشه. مطبوعات همگی آزادن، ممیزی در اونها ممنوعه، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون و مطبوعات در اونها مشاهده شد، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون باش روبرو میشن. در این حال راجب تقسیم قوای مملکت هم صحبت کرده بودند و گفته بودند قوای مملکت ناشی از ملت به سه تا شعبه تجزیه میشه: قوای مقننه، قوای قضاییه و قوای اجراییه. اینایی که براتون گفتم مختصر و خلاصه‌ای بود از مفاد ماده سوم تا 31. عرض کنم که این متنی که نوشته بودن، ماده 1 و 2 رو مطرح نکردم برای اینکه اون موقع وجود نداشت، بعدن 1 و 2 روش اضافه شد. همونطور که میبینیم خب هیچ کدوم از این مطالبی که خدمتون عرض کردم در نظامنامه وجود نداشت و این یه سند جدیدی بود که از نظر دستاورد مشروطه خواهان بسیار مهم محسوب میشد. مشروطه خواهانی که در جستجوی استقرار سکولاریسم بودن به معنی نفی مذهب رسمی و مبتلی نکردن قانون به شریعت و دموکراسی به معنی شناخت مالکیت ملت بر کشور و حق ملت برای تعیین آزادی‌های خودش. و اگر کار به همین سیاق پیش می‌رفت، می‌شد گفت که ما صاحب مشروطیتی سکولار دموکرات می‌شدیم 117 سال پیش. اما همونطور که خدمتون گفتم، می‌دونیم که به زودی و قبل از اینکه این متن اولیه متمم به جایی برسه، زمزمه‌های مخالفت به خصوص از طرف روحانیتی که حالا رفته بود در دامن محمد علی شاه هم نشسته بود و قوی‌تر هم شده بود، بلند شد و به زودی مرحله دوم که گفتم اسمش بود تطبیق مواد قانون اساسی با شرع شروع شد. اما پرداختن به این ماجرا میمونه اگر عمری بود برای برنامه بعد. خب دوستان، من زیاد صحبت دیگه ای نمی کنم و منتظر میشم تا از نظرات شما در این زمینه آگاه بشیم. خانم سارا فرزان، بفرمایید، شما وقت گرفتید. بله، به هر حال من وقتی که صحبت ها رو گوش دادم، آقای نوریالا موشکافی کردن، واکاوی میکنن برگای تاریخ و خب به هر حال به ذهن من اومد که خب این جمله رو که فکر میکنم خیلی هم شنیدن که ملتی که حاضر نیست از تاریخ خودش درس بیاموزه، لاجرم مجبور میشه که تاریخ رو تکرار بکنه. و من فکر میکنم برگ‌هایی در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران به دست فراموشی یا اغماس شده در موردش، که امروز که دکتر نوریالا اونها رو دارن با این دقت موشکافی میکنن و رو میارن، میتونه خیلی آموزنده باشه برای جریان‌های سیاسی اجتماعی که امروز دارن فعالیت میکنن. ما میدونستیم و تو این 40 سال فکر میکنم همه ما ایرانی ها به
حقه و نیرنگ آخون جماعت پی برده بودیم، ولی واقعا شخصا خود من فکر نمی کردم که در 120 سال گذشته هم این موجودات اینگونه نفوذ کردند و تاریخی که میتونست پیشگام باشه در جریان سکولار دموکراسی در اون زمان که دنیا داشت به این تحولات میپرداخت، مثل غرب، مثل دنیای غرب، انگلیس، هندوستان، حالا هر کشورهایی که داشتن میرفتن به این سمت، به هر حال ما هم روشنفکرانی داشتیم که مطالعه میکردن، سفر میکردن و با خبر میشدن. اما واقعا غمگین میشیم وقتی که متوجه میشیم که چگونه روحانیون و آخوندها با حیله و دغل تونستن مسیر تاریخ ایران رو عوض بکنن و به جایی برسه تاریخ ایران که امثال رضاشاه کبیر بیاد و وایس جلوی قانونی که احساس خطر میکنه در برابرش به اسم قانون مشروطه. و ای کاش که همون ابتدا و ای کاش که در همون مراحل اول که این نظامنامه در مراحل اولی که به سمت تکمیل میرفت، روشنفکران ما میتونستن مقاومت بکنن و هیچ بدبستانی رو با رو آخوند جماعت نمی کردن و اجازه نمی دادن که آخوندها با حقه و نیرنگ به اسم تطبیق قانون اساسی متممهایی رو اضافه بکنن که ما تا به امروز باید مکافاتش رو بکشیم و انقلاب هم از سر همون جریان بیرون اومد و 40 سال اینها دوباره همون داستان رو، این مکافات رو در ملت ایران تداوم دادن. به هر حال من فکر می کنم که خیلی مهم هست که اپوزیسیون این مرحله که تاکید میکنه بر قانون اساسی مشروطه، ای کاش دقت بکنه که دوباره این داستان تکرار نشه که روحانیت بخوان نفوذ بکنن در اپوزیسیون تحت عنوان اصلاح طلب، تحت عنوان سکولار دموکرات. من اصلا چیزی به عنوان آخوند سکولار دموکرات قبول ندارم. آخوند هر جایی که وارد میشه میخواد خودش رو تحمیل بکنه و بالاخره میخواد بیاد با انقلتایی که از ایدولوژی و مذهب میاره مسیر یک ماجرایی رو چه به لحاظ تاریخی، سیاسی، اجتماعی عوض بکنه. بنابراین این که ما به عنوان تحت عنوان آخوند سکولار دوباره اجازه بدیم که اینها پا بگیرن در جریان اپوزیسیون، باید احساس خطر کرد و به اپوزیسیونی که به دنبال مشروط خواهی هست اجازه نداد که یا هشدار داد که پای روحانیون رو دوباره به داستان اپوزیسیون یا رژیم چنج ایران در مسیر سکولار دموکراسی باز نکنن. سپاسگزارم. بله، خیلی به نظر من نکته مهمی، من نمیدونم کجا بود خوندم، بود نوشته بودش که ما کمی حامله نداریم، یا یه زنی حامله هست یا نیست، کمی حامله نداریم. بعد فکر کردم که این رو میشه واقعا در مورد سکولاریسم هم گفتش که آدم کمی سکولار هم وجود نداره. ما همش در طول این 100 و خورده ساله گرفتار آدمایی بودن که کمی سکولار بودن، یعنی هر جایی که لازم بود جا میزدن، سازش میکردن، به خیال خودشون یه چیزی رو میدادن و یه چیزی رو میگرفتن. و امیدوارم که این بار دیگه تجربه 40 سال حکومت اسلامی این درس رو به ما آموخته باشه که با اینا نمیشه سازش کرد و باید خیلی محکم سر جای خودمون بایستیم. جناب سایی بفرمایید. ممنونم جناب نوریالا. عرض کنم که یه بخشی از صحبت‌های من و هموندم و خانم فرزان فرمودند. من بیشتر خواستم در این باب صحبت کنم که با توجه به فرمایشاتی که شما کردین در این فصل برنامه یا این قسمت، من به اون نظریه خودم که این آخوندها رو نباید دست کم گرفت بیشتر واقف شدم به نوعی، چون که اتفاقی که توی انقلاب 57 افتاد این بود که خب
آقایون که خودشون روشن فکر می دونستن و دارای حالا بیشتر ایدولوژی چپگرا بودن، تصور می کردن که خب آخوندها امکان حکومت کردن ندارن، بلد نیستن، آدم های خیلی سطحی هستن و اگر انقلابی اتفاق بیفته و تغییراتی رخ بده در نهایت سکان هدایت کشور و آینده کشور به دست اونها میفته. اینجور که شما فرمودین و بحث شد، به نظر میاد که در دوران مشروطیت هم این اتفاق دوباره افتاده بوده، به این شکل که به دلایلی با دست کم گرفتن نظام آخوندی و دسیسه هایی که میتونستن داشته باشند، یه قانون اساسی سکولار رو یا نظامنامه که واقعا سکولار بود و به چه آسونی تبدیل کردن به یک قانون فشل مذهبی، 100% مذهبی، و عملا تمام اون مزایای اون قانون ازش گرفتن و اون حرکت و اون انقلابی که سالها بابتش تلاش شده بود، بابتش کار شده بود، بابتش هزینه شده بود رو به طرفت العینی به قول خود این آخونده از بین بردن و یک قرن بعدتر ما و بچه های ما و نسل های آیندهمون هنوز داریم تقاص اون اشتباه و اون اتفاقی که افتاد بر سر قانون مشروطه رو به صلاح میبینیم. حالا بعضا بعضی از آقایون هستند که نظر میدن که میگن نه بعدم نشده که حالا اتفاق افتاده این انقلاب و یه جوری دست این آخونده روشن شده، باز شده، مردم دیگه واقعا با گوشت و خونشون استخونشون حس کردن سکولاریسم و اینکه نمیخوان مذهب و دین برشون حاکم باشه و اینا. ولی من از هر زاویه از دیدگاه خودم نگاه میکنم میبینم که 100 سال کم عمری نیست و منابعی که از این کشور مستهلک شده و از بین رفته انقدر زیاد هست که به هیچ وجه نمیتونم توجیه کنم هیچ این اشتباه رو، به نوعی که بگم اوکی حالا یه چیز دیگه جاش به دست آوردیم بابت در قبال این اشتباهی که رخ داده. واقعا انقدر این ضربه‌ای که این اسلامیون و این مذهب شیعه به جامعه ما زده، به کشور ما زده، به محیط زیست ما زده، از هر جهت که نگاه میکنید انقدر بزرگه، انقدر بزرگه که من هیچ رقمه نمیتونم هیچ توجیهی براش بیارم. تو بحثای قبلی هم شاید گفته باشم تکراری باشه که هر ثانیه ای که از سکولار دموکرات شدن ایران بگذره به اون فاجعه بزرگی که باید برای ایران احتمال داره اتفاق بیفته خیلی نزدیکتر میشیم و اون آثار برگشت ناپذیری که وجود داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. من نمیدونم چرا بعضی سیاسیون هنوز در پی مدارا و در پی مماشات با جمهوری اسلامی هستند و دنبال راه حلی هستند که نمیدونم آخوندرا رو باشون کنار بیان، نمیدونم اصلا قابل توجیه نیست هیچ شغل. ممنون، ببخشید من یکم به هم ریختم. بله نه درست میفرمایید. من فکر میکنم که توی فرنگستون معمولا توی کارهای دانشگاهی و خصوص وقتی که یه پیپری رو یه مقاله رو ارائه میدن یه روشی وجود داره که مقاله مثلا باید چجوری نوشته بشه، از چه اجزایی داشته باشه. اولیش این هستش که خلاصه اون پیپر رو اون بالا می نویسن که ما در این پیپر قصد داریم که بگوییم که چنین است و چنان. بعد وقتی که وارد خود پیپر میشین دلایل این که چگونه می شود به اون نتیجه رسید رو ارائه میدن. من فکر میکنم امروز هم صحبتهای خانم فرزان و هم صحبتهای شما در واقع ما رو برمیگردونه به این که ما اصلا چرا داریم این کارو میکنیم. اگر که اتفاقی 100 سال پیش افتاده و عرض کنم یه تجربه بوده که گذشته، ما در احیاء اون و بازخونی اون میخوایم چیکار بکنیم و
اینجا این درس مطرح میشه که ما میخوایم از اشتباهاتی که صورت گرفته پرهیز بکنیم دیگه، چون این اشتباه مملکت ما رو فلج کرده. هر تلاشی که کردیم یه جوری این تلاش به باطل ختم شده و الان تو هر آماری که نگاه بکنید در هر زمینه ایران ته جدوله. کشوری که واقعا از لحاظ داده های طبیعی، حتی از لحاظ هوشی که از لحاظ ژنتیک در یه نسلی میتونه وجود داشته باشه، هیچ کم از هیچ جای دنیا نداره، ولی به وضعیت عجیبی دچار شده و اون به خاطر اینه که ما مکرر در مکرر یک اشتباه رو لااقل توی این 120 ساله اخیر تکرار کردیم و اون این بوده که با دشمن خودمون فکر کردیم که از طریق سازش میتونیم یه چیزی بدیم و یه چیزی بگیریم و در پایان هیچی نگرفتیم و همه چیز رو دادیم. تا ببینیم که در آینده چه خواهد بود. نفر بعدی خانم سپیده قیاسفند، بفرمایید. خیلی ممنون. من میخواستم بگم که معمولا نگاه به این صورته که روحانیت در زمان انقلاب مشروطه به دو دسته تقسیم میشدن، یکی دسته که مخالف مشروطه بودن و دیگری هم دسته که موافقش بودن. از این دسته موافقین یک عده هم در مجلس اول انتخاب شده بودن و به مجلس راه پیدا کرده بودن، اما به نظر میرسه که دلایل موافقت این دسته از روحانیت با مشروطیت هیچ ربطی به دلایل منورالفکرها نداشتش، چون که فکر میکردن مشروطیت یعنی مشروط کردن قدرت شاه و فکر میکردن که مشروطیت یک جنبه دیگری هم داره و اون عدم توجه قانون اساسی به شریعته، و وقتی هم که اینو فهمیدن پشت سر شیخ فضل الله قرار گرفتن. منظورم اینه که تجدیدی که در دوران پهلوی ها از مثلا آیت الله طباطبایی به عنوان روحانی طرفدار مشروطه میشد، در واقع ربطی به اون گوهر سکولار دموکرات مشروطه نداشت. فقط خواستم همینو عرض کنم. سپاسگزارم. بله، خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردید. شما همین عکسی که معمولا نشون میدید از نمایندگان مجلس اول که به وضوح هم میشه دیدش، میبینید که بین این نماینده ها دوتا روحانی رو اون بالا با تصویر درشتر رو قرار دادن، یعنی که اینها هم نماینده هستن هم نماینده تر هم هستند و اهمیت بیشتری دارن و معمولا هم میگن که دوتا آیت الله بودن که اینها برخلاف آیت الله های دیگه یا شیخ فضل الله نوری اینها پای مشروطیت وایسادند و غیره، در حالی که به نظر من اگر که وارد جزئیات کارهایی که در مجلس انجام شده بشویم، خواهیم دیدش که هر کجا که مسئله سکولار دموکراسی می آمده مطرح بشه، همین آیت الله های مشروط خواه نماینده مجلس بر علیهش عمل می کردن. و این نکته ایه که به نظر من ما در آینده باید واقعا راجع به این که آیا ما 70 سال حکومت مشروطه در ایران داشتیم یا نه تجدید نظر بکنیم. به نظر من حتی این مسائل رو مثلا پادشاه مملکت ما محمد رضا شاه پهلوی وقتی که میگه که وصیت من آن است که ملت ولیعهد و قانون اساسی رو بچسبند، یعنی که واقعا خود پادشاه هم علارغم اینکه عملش ضد قانون اساسی آخوندی بوده، اما باز وصیت میکنه که به این قانون اساسی عمل بکنید. اینا به نظر من نکاتیه که نسلهایی از ما رو در از صدر تا ذیلمون سوزونده و باعث این عقب افتادگی فعلی شده. ما باید واقعا یک روزی برسیم به این نتیجه که ما مشروطیتی نداشتیم، یا اگر می داشتیم همون چیزی بوده که بعداً شیخ فضل الله حالا در برنامه های آینده وقتی که به تفصیل به این مسئله می پردازیم میگه، وقتی که متمم قانون اساسی بالاخره تصویب میشه به امضای
ممدلی شاه هم میرسه، ایشون نفس راحتی میکشه و میگه ما حالا مشروطه مشروعه داریم. مشروطه دیگه نیست، مشروطه مشروع است. ما در تمام این 71 سال در زمان حکومت رضا شاه بزرگ، در زمان حکومت محمد رضا شاه، حتی در زمان حکومت آقای دکتر مصدق، ما هرگز مشروطه نداشتیم. ما مشروطه مشروعه داشتیم، فقط اگر حاکم زورش میرسید اون تیکه از قانون اساسی رو رعایت نمیکرد، و چون رعایت نمیکرد میگفتیم این دیکتاتور به قانون اساسی توجه نمیکنه. یعنی همه این 100 ساله، تاریخ 100 ساله اخیر ما به نظر من با یک سوء تفاهم و حتی فریب گذشته. تا ببینیم چی میشه. خانم شبنم بدری بفرمایید. مرسی آقای دکتر. فکر میکنم شما هم حالا تو این برنامه یا برنامه های قبلی دوستان به این اشاره کردن که در حالا قانون اساسی رو از قانون اساسی بلژیک برداشتن و حالا فرانسه. در مورد متمم هم همینطور، و نکته ای که وجود داشت این بود که محمد علی شاه ترجیح میداد به خاطر اینکه حالا این اختیاراتش محدودتر نشه بیان از قانون اساسی مثلا آلمان استفاده کنن، به خصوص در مورد بندهایی که فکر میکنم آقای دکتر هم اشاره کردن، اینکه عزل نخست وزیر باید به چه شکلی باشه، تصویب این هزینه های نظامی به چه شکلی باشه که حالا در اصل 105 متمم قانون اساسیه که به هر حال زور مشروط خواهان چربید، حداقل در این مورد به محمد علی شاه که مخارج نظامی بعد هر سال از طرف مجلس تصویب بشه، بعد هم در اصل بعدی مثلا هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمیشه و باقی داستان ها. یعنی در این مورد میتونیم بگیم حالا اونها موفق بودن، ولی در مورد سایر بند ها به خاطر اینکه از ابتدا یه سری از روحانیون حالا شاید در مقاطع پنهانش میکردن، ولی کم کم این رو بروز میدادن که هر اصلی که مربوط بشه به برابری انسان ها ما باهاش مخالفیم و باهاش مشکل داریم. حتی مثلا این شیخ فضل‌الله نوری با تفکیک قوا هم مخالفه، و در مورد برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان هم مثلا حالا با ادبیات خودش میگه چقدر شما بیشرف و بیغیرت هستید که خودتون میخواین راضی بشین که باید حقوق شما با مجوس و ارمنی و یهودی برابر و برادر باشه. هر تیکش رو که نگاه میکنی یا از ابتدا مخالف بودن در واقع بگیم با قانون اساسی مشروطه که مشروع نباشه، یا مجبور شدن در یک دوره سکوت کنن. و من ابتدا فکر میکردم که بیشتر مشکل حالا همون به اصل دومه که حالا در برنامه های بعدی اشاره بهش میشه، ولی وقتی که داشتم مثلا این اصل 27 که مربوط به قوای مملکت میخوندم، اونجا هم در بند دومش باز نوشته که قوه قضاییه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات. خب اینجا هم هست، یعنی مشکلاتش زیاده. این که یه عده فرض میکنن که حالا ما یکی دو تا بند رو حذف کنیم از این قانون اساسی مشروطه با متممهاش، بعد این دیگه میشه سکولار دموکرات، خب به نظر نمیاد که چنین مسئله باشه. و بعد هم در مورد وزرا هم باز اشاره میکنه که حالا تا جایی که من دیدم که باید مسلمان باشن. نمیدونم این قانون اساسی رو با تمام این جزئیاتش آیا مطالعه کردن و بعد
سال 2024 که مردم ایران سکولار دموکراسی رو میخوان از این قانون استفاده کنن. نمیدونم چه چیزهایی رو میشه از این حذف کرد از این مهتمم تا بخوان به اون منظور برسید. و بعد هم باز اینها مخالفتشون فقط به این شکل نبوده که بعدها تمام اینها مشکل شد برای هر کار کوچیکی که محمد رضا شاه مثلا میخواست انجام بده، حتی مخالفت با مدرسه به سبک جدید، نمیدونم به مخالفت با اینکه اصلا بیاد مسئله وکالت مطرح بشه، میگفتن این باید نمیدونم از باب ولایت به این مطلب نگاه کرد، و اینکه اصلا نمیدونم آزادی کلمه قوی هست، چطور میشه هم قبول کرد که افرادی چنین باورهایی داشته باشند، هم بشه قبول کرد که اینها بیان در قانونگذاری نقش داشته باشن. فکر میکنم از ابتدا زیادی از روشنفکران در اون دوره این رو میدونستن و باش مخالف بودن، ولی خب زورشون نرسید. امیدوارم زور ما برسه این بار. مرسی، ممنون. بله خیلی ممنونم. منم همین امیدواری رو دارم، یعنی ما روزی که تشکیلات سکولار دموکرات رو هم در قالب حزب هم در قالب جنبش و مهستان تمشیت کردیم و دادیم، فکرمون این بودش که چگونه می شود به آینده امیدوار بود که این اتفاقات نمیفته، چون بغل گوش ما این اتفاقات افتاده. یعنی که شما نگاه بکنید که به 100 سال پیش چرا برگردیم، به 40 سال پیش برگردیم و همین انقلاب اسلامی که رخ داد، مگر جز این بودش که روشنفکران سکولار دموکرات رفتن زیر عبای خمینی؟ من نمیخوام در این مورد راجع به اینکه من اون موقع چگونه فکر میکردم، چون متهم هستم که منم یکی از کسانی هستم که عرض کنم که حتی دیدم تو تلویزیون میگن نوریالا خمینی رو ارتش برد ایران، ولی من همه اصرارم این بودش که خمینی رو حالا که میپذیرید به عنوان رهبر سیاسی بپذیرید، نه به عنوان رهبر مذهبی، و او تصمیمات سیاسیش باید آینده ایران رو بسازه نه تصمیمات مذهبیش. ولی خب حالا من محکوم شدم، اون یه مسئله دیگریه. ولی ما همون اشتباهی رو که ملکم خان کرد توی کمیسیون تکمیل اتفاق افتاد، تو متمم قانون اساسی اتفاق افتاد، تو انقلاب 57 هم همون اشتباه رو کردیم دیگه. یعنی سکولار دموکرات ها پاشون رو زمین نکوبیدن. حتی وقتی که شما میبینید که مثلا دکتر رحیمی برمیداره و اون نامه رو خطاب به خمینی می‌نویسه و مخالفت میکنه با جمهوری اسلامی، اساس مخالفتش یک اساس 100% سکولار دموکرات نیست. بنابراین فقط برای ما میمونه که چگونه میتونیم به عنوان سکولار دموکرات، اگر واقعا سکولار دموکرات هستیم و معتقدیم که ایران ما در سایه سکولار دموکراسی است که ممکنه به توسعه و آزادی و آبادی و رفاه برسه، باید در مواضع خودمون چگونه پافشاری بکنیم. نفر بعدی آقای امیر بیگلر، بفهمید. درود بر شما. جناب نوری، الان نوبت منه. من فکر کردم بچه های دیگه چیز زدن، من حواسم نبود. خب درود بر شما، خسته نباشید. جریان خیلی هفته پیش خیلی دردناک بود، امروز باز یه چراغی روشن کردید. من یه نتیجه گیری از این موشکافی تاریخی شما دستم اومد که روحانیت ارزش و معنای قانون اساسی رو میدونه، یعنی اون قدرتی که قانون اساسی میدونه داشته باشه به عنوان شناسنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور شناسش، اینو میدونستن. ولی من فکر میکنم توی برهه‌ای از زمان
به خاطر فعالیت های اجتماعی که بوده، اون جنبش یا انقلاب مشروطه که در حال جوش و خروش بوده، اینا مجبور شدن که تمکین کنن که یک همچین قانونی باید باشه. و وقتی نظامنامه رو نوشتن، البته اینجا همونجور که شما در برنامه پیشینم بهش اشاره کردید، نقش مظفرالدین شاه خیلی مهم بوده. من فکر کنم تاریخچه زندگی مظفرالدین شاه همونجور که شما هم برنامه پیش اشاره کردیم بهش، 45 سال ولیعهد بوده، یعنی هیچ فشار سیاسی اقتصادی روش نبوده، فقط گشته تجربه کرده، معنای کشورداری رو شاید بیشتر میدیده که چرا مثلا سفرهای خارجی که داشته، که چرا مثلا ایران پیشرفت نکرد. یعنی اون فشاری که روی دوش سلطان یا سلطنت بوده روی دوش این نبوده. و در اون 3 سالش به این نتیجه میرسه که پوزش میخوام که این انقلاب باید رخ بده، این تغییرات در جامعه باید رخ بده و این قانون رو وقتی که امضا میکنه به امید این که کشور در آینده پیشرفت کنه، یعنی این نظامنامه باعث این بشه که کشور در آینده رشد بکنه، که بعدش هم که به وداع میگه و میره. من فکر کنم روحانیت اینجا به این نتیجه رسیدن که یه جایی کلک خوردن یا یه جا از بازی عقب افتادن و مجبور شدن که با اون قدرت اجتماعی که دارن اینو به حرکت بندازن که بتونن جریان حالا به هر نامی که میخواد باشه، متمم باشه، بازنویسی باشه، نمیدونم پیوستش باشه، هر چی که بگید، اینو از اون قدرت اجتماعیشون استفاده کردن که بتونن این بقیه قانون رو یا این متمم و یا کامل کردنش، حالا میگم هر اسمی که میشه روش گذاشت، اینو به انجام برسونن. فقط اینجا من برام یه سوالی موند از تقی‌زاده که به قول هممون تقی‌زاده یکی از نظر رفتار سیاسی یکی از سکولارترین سیاستمدارای زمان خودش، چجوری راضی شد و تمکین کرد که جز در که با وجود اینکه در اون هیئت هم خودش بوده، این متمم قانون اساسی رو به این شکل بنویسه؟ این بر من هنوز جای تعجبه، جای پرسش. و من فکر کنم الان به یه چیز رسیدم، یکی از دوستانم گفت شعر حافظ که آسایش دو گیتی در تفسیر این دو حرف است: با دوستان مدارا، با دشمنان، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یعنی هم چیزی که شما هم بهش اشاره کردید، فکر کنم شبنم جان هم بهش گفتید، مجبورن حالا که نمیتونیم نابود کنیم سعی بکنیم باش کنار بیاییم. اتفاقا شیعه هم همینجوری متولد شد، چون ما بعد از اون 200 سال فکر کنم به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم با این تفکر مبارزه کنیم، نمیتونیم نابودش کنیم، به هر دلیلی سعی کردیم به قول بعضی از ایرانی ها ایرانیش کنیم، شیعه را از توش متولد کرد. به اون چیزیه که واقعیت دست کم ما سکولار دموکرات ها پرپاقرص باید بیستیم در مقابل هر تفکر، میخواد برادر اون باشه، پدر اون باشه، مادر اون باشه، دوست صمیمی اون باشه، بیستیم آینده ایران باید یک آینده سکولار باشه و نقش مذهب یا نهاد مذهب باید از نهاد اجتماع و نهاد سیاست کمپلت جدا بشه. سپاسگزارم.